هلو تیمروت، چطوری گایز؟ خوش اومدید به چنل یوتیوب من. علیروز هستم. خیلی چکرین به این برنامه، خیلی خوش اومدید. اسم برنامه‌مون چیه؟ می‌خوایم خفن‌ترین تیک تاکرای ایرانی رو ببینیم کیان از نظر تعداد فالوور اینستاگرام. خب میدونید که تیک تاکرای ایرانی توی سالهای گذشته ترکوندن دیگه، و من 10 نفر برترش از نظر تعداد فالوور اینستاگرام براتون درآوردم. می‌خوایم این 10 تای برتر ببینیم. خیلی جنگی میریم سراغ ویدیو، اصلا وقت تلفی نداریم. فقط قبلش یادت نره اگه منو دوست داری این ویدیو رو لایک کن، حتما لایک کن، زنگوله رو هم یه دستی بهش بکش و کانال منو سابسکرایب کن. عاشقتونم. یه برنامه ببینیم و میام زود. لیتس گو. خب برو بچ، میخوام بهتون نفر دهم این لیست رو بهتون بگم. حدس میزنید شماره 10 متعلق به کیه؟ از نظر تعداد فالوور تیک تاکر برتر، جزء 10 تای برتر تیک تاکر ایرانیه بچه‌ها. یعنی من براتون گشتم 10 تا تیک تاکر برتر ایرانی رو پیدا کردم دیگه. یعنی نفر دهم کیه؟ کسی نیست جز مهراب. خب برو بچ، این پیج مهرابه، میبینیش؟ این پیج مهرابه. 1,100,000 تا فالوور داره. 1,100,000 تا. خیلیه این فالوور خیلیه. مطمئنن کلی براش زحمت کشیده. الکی یه میلیون واقعا جمع نمیشه. اکثر ویدیوهای مهراب بچا من دارم نگاه میکنم، تو سبک ویدیوهایی که با دوربین قوی کار شده و داستان داره و سریالی طوره. تقریبا ویدیوهای تیک تاکی ازش زیاد ندیدم الان، نمیدونم چرا. کلا واتیستیز چرا مهراب ویدیوهای تیک تاکی نداری؟ چه جور تیک تاکری هستی که تو پیجت هیچ ویدیوی تیک تاکی نداری؟ خیلی برام سوال شده الان، و من جلوی بچه‌ها الان بد میشه برام. منو فکر میکنن که واقعا تو چون رفیق من هستی توی نفر دهم این لیست هستی، حضور داری. خب بچه من توی سم یکی دوتا ویدیوی تیک تاکی از مهراب پیدا کنم و بهتون به نمایش بذاریم. دلتنگتم البته فقط یادت که افتادم البته زدم اونی که فرد سکوت توی اونی که صداش میاد هر دفعه منم. بچه نفر دهم این لیستمون کسی نیست جز مهراب. تقریبا میتونم بگم 20 سالشه، 20 یا 21 باید بشه، یا 19. بچه نفر نهم فکر میکنید کیه؟ خوشتیپه، خوش صداه، قد بلنده، لورزا. لیتس گو. اینم از لورزا، نفر نهم این لیستمون با فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دقیقا لورزا 1,300,000 تا فالوور داره توی اینستاگرامش. فکر میکنم تقریبا 3-4 سالی هست که رضا داره فعالیت میکنه، شاید هم بیشتر. از جزء بچهای قدیمی رضا. اون زمان توی تیک تاک هم من میشناختمش، یعنی 4-5 سال بعد باشه فکر میکنم. پس خیلی قدیمی رضا، نفر نهم این لیستمون رو داره. خانم نفر هشتم رو حدس بزنید. فکر میکنید نفر هشتم کیه بچه ها؟ نفر هشتم کسی نیست جز مهدیس سادات حسینی. یک کف مرتب برای مهدیس. مهدیس با 1,400,000 تا فالوور، یعنی 100,000 تا بیشتر از لورزا، رتبه 8 رو داره، جزء 10 تیک تاکر برتر ایرانیه. حدس میزنید شماره 7 کیه بچه ها؟ شماره 7 کسی نیست جز جزء 10 تیک تاکر برتر ایرانی، کسی نیست جز امیر روز. خودم هم بچه ها. بچه خوب من اگه بیوگرافی خودم رو بدم بهتون تو همین قسمت، میگم که با 1,900,000 تا فالوور هستم. 5 سال اینا سیگه فکر کنم دارم فعالیت میکنم. اولش از موزیکالی شروع کردم، بعد لپه کلا میخوام بهتون توضیح بدم، بعد اومدم تیک تاک، از تیک تاک اومدم اینستاگرام، تو اینستاگرام ویدیومو انتشار دادم، دیگه الان پیج اینستاگرام 1,900,000 تا. خیلی وقت دیگه دارم فعالیت میکنم، پیر شدم واقعا. فکر میکنم دیگه بس. چی بس دیگه؟ این تازه اولشه. من انقدر خوشحالم، انقدر انرژی دارم، فکر میکنم واقعا اولشه، تازه کلی کار نکرده دارم دیگه. چی سنم میخوام بگم که بچه ها من امسال میشه 22 سالم دیگه فکر میکنم، یا 21 سالم دقیقا نمیدونم، به خاطر اینکه متولد 1380 هستم. من متولد 19/9/1380 اگه اشتباه نکنم. 1401 اگه 20 سال اونور باشه گیر نمیاد، میشه 21. فکر میکنم 21 باید باشم دیگه اگه اشتباه نکنم. بریم سراغ نفر ششم. اتفاقا من نفر ششم خیلی دوستشم. حتما نفر
ششم کیه که من خیلی دوستش دارم؟ نفر ششم کسی نیست جز ارسلان، ارسلان اچس، خفاش تیک تاکرای ایرانی. باری کلا بهت ارسلان، دمت گرم. کلی ساله داری فعالیت میکنی، 2 میلیون فالوور. خیلی ساله فکر کنم ارسلان هم داره فعالیت میکنه. ارسلان هم باید همون هولوش 20 21 سال باشه. از ارسلان از من یه سال بزرگتر فکر کنم، اصلا نمیدونم دقیقاً. 1 2 3 4 دوم تک تک دوم تک دوم تک تک دوم تک. ارسلان یه نکته ای راجبش بگم. ارسلان تنها کسیه که من از وقتی که تیک تاک رو شروع کردم، من کلا با کسی اصلا فاز رقابت نداشتم، اکثرا با همه تیک تاکرها خوب بودم. هر تیک تاکری اومده رفته، اصلا هر جوری بوده، من با تیک تاکرها خوب بودم همیشه. زیاد بیف نداشتم با کسی بخوام دعوا کنم، اصلا اینم میگم داشتم، ولی خب واقعا مرام و بار معرفت و خوشگلی و جیگولیش نمره خوبی میگیره. خب بریم سراغ جزء 5 تیک تاکر برتر ایرانه. یعنی میخوام بهتون بگم که این تیک کیه؟ یه کمکی بهتون کنم، دختره، یه دختریه که خیلی کاریزماتیکه، میتونیم بگیم خیلی عجیب غریبه. اون کسی نیست جز نگین فضلی. یه کفه مرتب برای نگین فضلی بزنیم اینجا. نگین فکر میکنم خیلی ساله داره فعالیت میکنه. نگین منم خیلی وقته میشستم، از بچهای قدیمیه. نگین تقریبا باید 22 یا 23 سالش باشه. چهار پنج سالی هم هست که توی اینستاگرام داریم میبینیم نگینو، همیشه هست قوی، با 2,200,000 تا فالوور رتبه 5 رو میگیره. آماده اید بریم سراغ شماره 4؟ شماره 4 کسی نیست جز رکسانا. یه دست برای رکسانا میزنیم بچه ها. رکسانایی که توی این سالا کلی تلاش کرده. و یکی از تیک تاکرایی بود که از ایران رفت خیلی زود و توی کشور دیگه با سختیایی که تو اون کشور میتونه وجود داشته باشه دست و پنجه نرم کرده و الان کلی فالوور جمع کرده و کلی تلاش کرده. میتونیم بهش بگیم هست همینجا آفرین بهت رکسانا. فکر میکنم دوره 23 یا 24 سالشه رکسانا. تعداد فالووراش هم 2,300,000 تا، یعنی اختلافش با نگین فقط 100,000 تا، تقریبا همسر هستن. ولی شماره 4 برای رکسانا میشه و دمت کم. شماره 3 نفر سوم جزء 10 تیک تاکر برتر ایران، یکی از کسایی که حاشیه‌های زیادی داشته، محمد روشنفکر. جزء 10 تیک تاکر برتر ایران، یه دست براش میزنیم. نفر سوم این لیست رو محمد روشنفکر به خودش میگیره. بعد روشنفکر تقریبا باید 28 یا 27 یا 29 سال سن داشته باشه، من دقیق نمیدونم، حالا من سه تا سن بالا پایین رو میگم که میدونم راجبش. محمد یه گروهی داشت، گروه پرشین لیگ، اون موقع دو سه تا گروه بود کلا توی موزیکالی، کسایی که ویدیو میکر بودن، کسایی که ویدیو با گوشی میگرفتن، کلا دو سه تا گروه بود اون زمان. دو تا دیگه بود که یکیشون بد نبود گروهش، یکیشون خیلی ضعیف بود ولی خیلی قوت بازی میکرد. بعد من سولو کار میکردم، تنهایی ویدیو میگرفتم که آیم فاطمه ویدیوهای منو میبینه، دوست داشت ویدیوهای منو، گفتش که گروهی داریم، دوست داری بیای تو گروهمون. گروه بچه شمال بود، اکثر تو بانده فاطمه هم بچه شمال بود، محمد هم بچه شمال بود، اون موقع شمال زندگی میکردن، محمد لیدر اون گروهه بود. فاطمه گفت بیا تو گروهمون، ویدیوهاتو دوست داریم ما، بیا تو گروهمون، گروهمون قوی تر میشه و نمیدونم گروهمون خیلی خوبه. رفتم تو گروه پرشین لیگ، من بودم، فاطمه بود، محمد بود، با هم همگروه بودیم، با هم اومدیم بالا اون سالا تو موزیکالی. حالا بعدا واسه این موضوع فکر کنم توضیحات بیشتری باید داده بشه، حتما خیلی داستان جالبی داره، چون گذشته تیک تاکرها واقعا بزرگه. ببین این چیزی که الان میبینید، هر چیزی که الان هر کدوم از ما تیک تاکرها شدیم، هر کدوم سختی‌های خودشون رو داشتن، سخت بوده زندگیشون، بالا پایین داشتن، یه سری محدودیت‌ها بوده توی تایمایی، ولی حقیقت خب گم نمیشه. من باید یه حقیقتی هم بگم، من مثلا از این اسمایی که گفتم شاید با یکی دو تاشون با ویدیوشون حال نکنم، ولی دلیل نمیشد اسمشون رو توی این ویدیو نیارم، چون جزء 10 تا تیک تاکر برتر رو من باید میآوردم، 10 تا تیک تاکر برتر ایران از نظر تعداد فالوور اینستاگرام. آماده اید بریم سراغ شماره 2؟ حدس میزنید کیه شماره 2؟ حدس میزنید کیه؟ دیگه دو نفر مونده و تا این دو نفر رو بگم خیلی دوست دارم یه تیزر هم من ببینیم و بیایم، یه تیزر ببینیم و بیایم. The
دیانا رحیمی. مرسی دیانا. بچه ها اکثرا همه دیانا رو دیگه میشناسیم. دیانا یکی از تیکتاکرهای خوب، کیوت و خوش فیس ایرانی. به نظر من دیانا خیلی فیس بامزه ای داره. 19 سالش اینا باید باشه. تقریبا 3 4 ساله که دیگه داره فعالیت میکنه تو اینستاگرام. 3 سال اینا 3 سال داره تو اینستاگرام فعالیت میکنه. و کلی ویدیوی خفن آپلود کرده، کلی فن تونسته جمع بکنه، جزء 10 تیکتاکر برتر ایرانیه و فقط با 19 سال سن، یعنی خیلی کم. آفرین بهت، چرکوندی تا اینجا. داره پایان برنامه‌مون مثل داستانای فیلمای کریستوفر نولان میشه، خیلی داره سخت میشه با پایانای باز عجیب. اینم نفر دوم و نفر اول. نفر اول دیگه فکر کنم دیگه تا الان حد زدید کیه. کسی نیست جز یکی از قوی ترین کسایی که توی تیک تاک ایرانه، یکی از کسایی که خیلی کار کرده، حاشیه های زیادی هم داشته ولی همیشه اکتیو بوده، فعالیت دائمو داشته تو تیک تاک، ترکونده ویدیوهای خفن، فیس کیوت، جذاب، خوشگل، اکتای قوی، یکی از اکتیو ترین تیک تاکرای ایران کسی نیست جز نیکا فلاحی. دمت گرم نیکا فلاحی، مرسی. چقدر خوب داری فعالیت میکنی، امیدوارم همیشه باشی، انقدر خفن توی کارت همیشه ادامه دادی، کلی من باهات کار کردم، یادش بخیر ایران. چقدر ویدیو، چقدر فعالیت، چقدر سالها گذشت، چقدر زمانها گذشت. نفر اول تیک تاک ایران کسی نیست جز نیکا فلاحی. 4 میلیون فالوور نیکا فلاحی با 4 میلیون فالوور. فکر کنم دو سه نفر قبلی من تعداد فالوورشون رو نگفتم، بهتون بگم. دیانا رحیمی، بچه دیانا با 2,800,000 تا فالوور نفر دومه تیک تاکرای ایرانیه. نفر سوم کسی نیست جز محمد روشنفکر با 2,400,000 تا فالوور. نفر چهارم کسی نیست جز رکسانا با 2,300,000 تا فالوور. نفر چهارم درسته. نفر پنجم نگینه که با 2,200,000 تا فالوور نگینه. نفر ششممون ارسلانه با 2,000,000 فالوور. نفر هفتم کسی نیست جز خودم با 1,900,000 تا فالوور. نفر هشتم مهدیسه با 1,400,000 تا فالوور. و نفر نهم لئو رضا با 1,300,000 تا فالوور. اختلاف فالوورشون بازم خیلی کمه. نفر دهم مهرابه که با 1,100,000 تا فالوور. اینا 10 تا اسم، 10 تا تیک تاکر برتر ایران بودن. اگه کسی اسمش داخل این 10 تا نبود و فالوورش بالا بود و براتون سوال شده بود که چرا اسمشون نیست، یه توضیح راجع به این بدم. من نگاه کردم کسایی که واقعا تیک تاکر بودن، بچا کسایی که واقعا، من خودم تیک تاکرم، همیشه گفتم با تیک تاک من زندگی کردم. خب و تیک تاک همه چیته، یعنی تو کل ویدیوهات تیک تاک، چالشای تیک تاکو میری، همیشه سعی می‌کنی کمدی باشی، اکت بیای، جدی باشی، غمگین باشی. تیک تاک یعنی این، یعنی تو همه اکتا رو می‌تونی با تلفن گوشیت فقط بری. من نگاه کردم کسایی که واقعا تیک تاکر بودن، اسمشون رو توی این لیست گذاشتم. اگه فکر می‌کنی یه سریا نبودن، من نگاه کردم بچا تیک تاکر نبودن. پست اینستاگرامشون رو نگاه می‌کنی، اصلا پست تیک تاکی نبود، اصلا مربوط به تیک تاک هیچ وقت چیزی نذاشتن یا فعالیت نکردن، فقط به خاطر اینکه شاید بعضی وقت خواستن استوریاشون رو پر بکنن و دنبال ایده بودن، دنبال ایده بودن، اومدن اپلیکیشن تیک تاک رو باز کردن و تیک تاک گرفتن. از همینجا هم من یه تشکر خیلی ویژه می‌کنم از بکس تیم روز. تیم روز همیشه جاش اینجا تو قلب منه، کلی سال تیم روز وجود داره، عاشقتونم. دمتون گرم بچه‌ها. چنل یوتیوب منو حتما سابسکرایب کنید، بچه‌ها لایک بکنید که من انرژی بگیرم. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. زنگوله رو یه دستی بهش بکشید لطفاً، همینجا میاد براتون یه زنگوله رو یه دستی بکشید. خیلی چاکریم، عاشقتونم. تو زندگیتون هر کاری دوست دارید بکنید، هر جوری دوست دارید زندگی بکنید، هر کی گفت نمیتونید اونم. خیلی چاکریم، خدا نگهدار.